سلام بچه ها جون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، عالی باشید مثل همیشه. امروز میخوام نحوه بافت این کلاه گربه ای رو بهتون یاد بدم و با توجه به اینکه این کلاه خیلی بافتش ساده است، به همون روش شفاهی بهتون آموزش میدم. امیدوارم که دوست داشته باشید و با من تا آخر این آموزش همراه باشید. بعد ببافید و برای من عکسش بفرستید و خلاصه عشق و حال کنید دیگه باهاش. پس بریم که ببینیم. یادتون نره که کانال من رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و اینکه اگه نظر پیشنهاد چیز داشتید هم کامنت بذارید. خب بچه، بافت این کلاه خیلی راحت. همونطور که میبینید شما باید یه حالت مستطیل طور ببافید و اینکه من با قلاب بافتم و اول با زنجیره شروع میشه. اینکه شما اندازه دور پیشونیتون یا دور سرتون هر تعدادی که حالا متناسب با قلاب و نخی که استفاده میکنید. من اینجا از نخ ناکو پاریس استفاده کردم که موهره و از قلاب شماره 4 استفاده کردم. با توجه به این سایز قلاب و نخی که استفاده کردم حدوداً نزدیک 100 تا دونه سر انداختم، ولی شما ممکنه که مثلا از یه نخ زخیمتر استفاده کنید و قلاب زخیمتر به تناسب تعداد دونه هایی که زنجیره هایی که میزنید کمتر میشه. اگه از نخ نازکتر و قلاب نازکتر استفاده کنید، ظریفتر استفاده کنید، تعداد دونه ها و زنجیره هایی که میزنید بیشتر میشه. پس شد زنجیره ها رو اندازه دور سرتون میزنید. حالا سایز سرتون هر چقدر هست، سایز بچه هست، سایز بزرگ ساله، اندازه دور سر همون تعداد زنجیره میزنید. بعد شروع میکنید سر و ته زنجیره ها رو به هم وصل میکنید و شروع میکنید به بافت. باز هم قد این کار اندازه دلخواهتونه، حالا هر چقدر که بلندی کار میخواید باشه همون تعداد رج ها رو میبافید. من اینجا از بافت پای بلند استفاده کردم برای بافت. شما از هر بافتی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. بافت پای بلند به نظر من با توجه به این نخ خیلی مناسب تر بود. به همین صورت ادامه میدیم و تا بالا میبافیم. روی سرمون اندازه میزنیم، هر موقع که احساس کردیم که دیگه این قدش مناسبه همونجا دیگه کار رو تموم میکنیم و در انتها سر تا کار رو به هم میدوزیم. ببینید وقتی که از قلاب استفاده میکنید خب هیچ جای کار درزی نداره، کار زیباتر میشه. به غیر از این قسمت بالاش دیگه درزی روی کار نداره، ولی شما میتونید با دومیل هم ببافید. با دومیل هم همینه، شما مثل شال گردن این قسمت رو سر میندازید و قد دلخواهتون رو میبافید و کناره ها رو به هم میدوزید. یا اگه از میل های سیمدار استفاده میکنید که به هم وصلن، میتونید همینجوری گرد بافی کنید و تا بالا بیاید و سر و تهش رو به هم بدوزید، این دو طرف بالا رو به هم بدوزید. به همین راحتی شما یک کلاه گربه خواهید داشت. شما شال و کلاه های قدیمیتون رو میتونید مدلش رو عوض کنید و به صورت همین کلاه گربه در بیارید. من یک کلاه خیلی قدیمی داشتم، این قسمت بالاش رو قیچی کردم، اون قسمتی که اضافه بود، و از داخل به هم دوختم. این قسمت رو دوختم، یعنی قد این کلاه خب خیلی بلندتر بوده و اینکه اون اضافاتش رو قیچی کردم و اینجا رو دوختم. پس شما اینجوری میتونید کلاهایی هم که دیگه دوست ندارید رو به چرخه روزگار برگردونید، مدلاشون رو جدید کنید. دارم که این کلاها رو ببافید، بپوشید، دوست داشته باشید و اگه دوست داشتید توی اینستاگرام با من همراه باشید، کانال من رو توی یوتیوب هم سابسکرایب کنید، ویدیوهای بیشتری براتون خواهم گذاشت. و اینکه همین، اگه دوست داشتید و این کارا رو بافتید حتما توی اینستاگرام برای من بفرستید یا حالا اینجا کامنت کنید برای من. مرسی، دوستتون دارم، فعلاً.